سلام خوش اومدید به این ویدیو کلاس درس که این هم یک مقدمه دیگه هست برای تحلیل تعادل نش ترکیبی و اون هم اینه که من میخوام در مورد موجوداتی صحبت بکنم که حد اکثر کننده مطلوبیت مطلوبیت انتظاری خودشون هستن و این فرضی هست که در اکثر مدل های اقتصادی و خب طبعا در مدل های نظریه بازی ها وجود داره و اون امینه اینه که موجودات آدم ها حد اکثر کننده مطلوبیت انتظاری هستن انگلیسیش هم میشه expected utility maximizers پس expected utility maximizer و معنی این چی هست؟ من خیلی ساده اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم در درس اقتصاد اگر یک روزی درس بدم حتما اینو حالا حالا باش چندین جلسه بحث خواهیم کرد اما به صورت کلی فرض کنید که من یک قرعه کشی دارم یک لاتاری دارم که این قرعه کشی میتونه سه تا نتیجه داشته باشه و در نتیجه سه شاخه داره این قرعه کشی من میتونه خروجیش به من 100 واحد مطلوبیت بده خب پس این مطلوبیت نهایی من هست که میتونه از هر عددی حاصل بشه اما 100 واحد به من مطلوبیت میده یک خروجیش میتونه به من 50 واحد مطلوبیت بده و یک خروجیش به من منفی 50 واحد مطلوبیت خواهد داد حالا یک بار بیایید فرض کنید که این اولی با احتمال مثلا یک پنجم رخ میده دومی هم با احتمال یک پنجم و این سومی با احتمال سه پنجم یک موجودی که حداکثر کننده مطلوبیت انتظاری هست من میخوام ببینم ارزش این قرعه کشی براش چقدر هست خب و فرضی که حداکثر کننده مطلوبیت انتظاری برای من داره اینه که میگه آدم ها به این شکل تصمیم میگیرن که مطلوبیتی که از این قرعه کشی به دست میارن برابر هست با یک پنجم زب در صد یعنی مطلوبیتی که از این شاخه به دست میارن به علاوه یک پنجم زب در پنجا یعنی مطلوبیتی که از این شاخه به دست میارن ضبط در احتمالش به علاوه مطلوبیتی که از این شاخه به دست میارن ضبط در احتمالش که حالا اگر این رو بنویسم این مساوی میشه با 20 به علاوه 10 منهای خب به طرز تصادفی این شد صفر من اصلا قصدم این نبودیم بشه صفر خب بذارید حالا حالا مثلا همین حد اکثر کننده مسئولیت انتظاری به من میگه که اگر شما اینو تغییر بدی به یک دهم ده و اینو تغییر بدی مثلا به دو دهم ده یا مثلا سه دهم ده و بعد این رو بذارید اصلا بکنم به چهار دهم که عددامون رونتر بشه و اینو تغییر بدی به یک دوم در این صورت سودی که این آدم حد اکثر کننده مطلوبیت انتظاری من یا اکسپکتد یوتیلیتی ماکسیمایزر من از این لاتاری جدید به دست میاره برابر هست با احتمال مطلوبیت شاخه بالا زب در مطلوبیتش و علاوه احتمال مطلوبیت شاخه دوم زب در مطلوبیتش به علاوه احتمال مطلوبیت شاخه سوم زب, زب در مطلوبیتش که هست منفی 50 که این مساوی میشه باز با 10 به علاوه 20 من های 25 که مساوی میشه با 5 واحد مطلوبیت این یعنی این آدم به شرطی حاضر این قرعه کشی رو بی خیال بشه این حالت جدید رو که من بهش 5 واحد یا بیشتر تا از اول مطلوبیت بدم در این صورت میگه باش من نمیخوام دیگه یعنی اگه من بهش 5 به و یه اپسیلون خیلی کوچیک بدم خوشحال تره تا اینکه وارد این قرعه کشی بشه چرا چون این قرعه کشی براش مطلوبیت انتظاریش پنج. و همین ترتیب برای این قرعه کشی اول من هر عدد مثبتی بهش بدم خوشحالتر خواهد بود چون مسئولیت انتظاری اون قرعه کشی براش صفر و یک چنین موجودی ما میگیم یک موجودی که حد اکثر کننده مسئولیت انتظاری خب حالا اینکه چرا من به اسم اینو گذاشتم expected utility دقیقا علتش اینه که من دارم عملا امید ریاضی این قرعه کشی رو حساب میکنم دیگه یعنی من دارم expected یوت expected value این قرعه کشی رو حساب میکنم و میگم که این موجود من چه مسئولیت انتظاری از اون قرعه کشی به دست خواهد آورد در یک حالت پیوسته که این قسمت رو من فقط برای دوستانی میگم که یه مقدار پشت در حقیقت ریاضیشون قوی تر هست یک مثال فرض بکنید که مثلا من یک موجودی دارم یک آدمی دارم که تابع مطلوبیتش به این شکله که مثلا یو ایکس برابر هست با مثلا رادیکال ایکس خب یعنی من هر چقدر بهش پول بدم رادیکال ایکس تا خوشحال میشه خب حالا این آدم من فرض کنید من بهش میگم که من به تو بین صفر تا مثلا 100 دلار حالا مثلا یا 100 میلیون تومن فرقی نداره یک عددی رو به صورت تصادفی میدم و این باز هم پیوسته است و احتمال اینکه هر عدد رو بدم از یک تابع توزیع اف ایکس به دست میاد خب یعنی یک تابع توزیع من تعریف کردم بین 0 تا 100 که طبعا انتگرال زیرش میشه یک و من یکی از اون عددها رو به تو خواهم داد حالا من میخوام ببینم خوشحالیه یا یعنی در حقیقت مطلوبیتی که این بازیگر من از این قرعه کشی به دست میاره این الان یک قرعه کشیه دیگه من بهش میگم من یک عدد بین صفت تا صد رو با یک تابع توضیحی به تو میدم خوشحالی که به دست میاره چقدره یک موجودی که حد اکثر کننده مطلوبیت انتظاری هست میاد اکسپکتد ولیو یا همون امید ریاضیه یا همون امید ریاضیه این پدیده رو حساب میکنه که برابر هست با امید ریاضی رادیکال x یعنی میاد میبینه امید ریاضی خوشحالی نهاییش چقدره خب نمیاد امید ریاضی این x رو حساب بکنه چون براش مهم نیست که چقدر پول بهش میدی براش مهمه که چقدر خوشحال میشه که خب میدونید امید ریاضی رادیکال x میشه انتگرال 0 تا صد رادیکال x ف x x dx این میشه میزان خوشحالی که این قرعه کشی برای اون دوست ما داره پدید میاره که حالا اینو میتونید اگر fxx رو دقیق بدونید حساب بکنید و این آدم فقط به شرطی این قرعه کشی رو قبول نمی... یعنی حاضر بیخیال بشه که شما از این عدد یه ذره بیشتر بهش بدید وگرنه در حقیقت حاضر انقدر پول یه ذره کمتر بده و در این قرعه کشی شرکت بکنه چون ارزش این قرعه کشی براش انقدر خواهد بود پس تنها چیزی که از این ویدیو برای شما باید باقی بمونه در ذهنتون اینه که آدم ها در نظریه بازی ها یا در کلا علم اقتصاد اکثر جهان همه جاها expected utility maximizer هستن یعنی امید ریاضی اون قرعه کشی که باهاش مواجه هستن رو حداکثر اکثر میکنن و اونی که امید ریاضیش بیشتره رو انتخاب میکنن در ویدئوی بعد میبینمتون فعلا خدافظ